کیت در واقع ماکسیموم تعداد دهه ها یا همون ایتریشن ها هستن. در حال ما اینجا با همون لفظی که توی خود الگوریتم اشاره شده اسم دهه میشناسیم هر تکرار از الگوریتم رو، که مثلا قرار هست به اندازه 200 تا دیکیت در واقع این برنامه ران بشه، یعنی 200 بار حلقه اصلی الگوریتم اجرا خواهد شد. جزء پارامترهای دیگه الگوریتم میتونیم به پارامتر در واقع اسیمیلیشن، چیزی که به اسم بتا حالا شناخته میشه، اسیمیلیشن در واقع پارامتر یا بتا اشاره بکنیم. حالا شاید همون به اسم بتا اگر معرفیش بکنیم خوب باشه، که مقدارش غالبا برابر 2 هست. بعد یک پارامتر دیویشن هم در واقع بود که به یه اندازه ما زاویه‌ای رو در واقع داشتیم که از محور حرکت به وجود می اومد. اونجا به خاطر مبانی تئوری نسبتاً سنگینی که این بحث توی ابعاد بالاتر پیدا میکنه، من از این بحث در واقع اجتناب میکنم، یعنی دیویشن رو از بحث اسیمیلیشن فعلا حذف میکنیم. حالا اگر یه موقع فرصتی شد که حالا بعید میدونم در ادامه جلسه پیش بیاد، این رو هم اضافه میکنیم برگزید. فعلا یعنی در واقع اسیمیلیشنمون رو بدون دیویشن یا اون انحراف از خط مستقیم انجام میدیم. حتما خب یکی از نکات در واقع بسیار مثبت توی بحث ICA، توی بحث الگوریتم رقابت استعماری همین دیویشن هست، زیرا که حالا توی بحث تحلیل توابع بهینه‌سازی توابع هدف مختلف ما به نتیجه میرسیم که مقدار چرخش و مقدار روتیشن توی فضای جستجو لازم هست که بتونیم به جواب مناسب برسیم. این چرخش و روتیشن غالبا تو الگوریتم هایی مثل PSO، Differential Evolution، مثل GA وجود نداره. توی الگوریتم های نسل جدید غالبا این چرخش ها اینا به وجود اومدن. مثلا میتونیم اشاره کنیم به الگوریتم CMAES، میتونیم اشاره کنیم به الگوریتم انتکرونی پیوسته و از جمله از اونا الگوریتم رقابت استعماری. ولی خب ما فعلا از این صرف نظر میکنیم، عرض کردم به خاطر اختصار و اجتناب از اون مباحث تئوری ریاضی که در واقع داره. در ادامه فقط آیه مهندس آتش‌بس لطفا یک گزارشم در مورد این که من صدام چطوری میرسه به من اعلام کنید، من یه موقع یا دوستان حالا بذارید ببینم که دوستان عزیز صدای من رو در واقع اگر کسی حالا مشکلی داشته به من اعلام کنه از طریق پنجره چت. حالا ظاهرا کسی مشکلی در واقع نداشته، ما بریم سراغ الگوریتم برنامه نویسیمون. خب بسیار عالی، این هم پارامتر بتایی که در واقع اشاره شد. دیگر از پارامترهای در واقع مهمی که توی الگوریتم رقابت استعماری هست revolution rate هست، یا نرخ انقلاب که در بین کشورها در واقع اتفاق میفته. مثلا میتونیم این رو به اندازه 1/10 در نظر بگیریم یا حالا هر عددی. این یعنی کسری از کشورها که در واقع، یعنی با این احتمال توی کشورها رولوشن اتفاق خواهد افتاد. شاید 1/10 برای مسائل حالا مسائل چیز مقدار مناسب و معقولی باشه. اگر دیدیم جارا مشکلی داریم میتونیم این رو کم و زیادش کنیم. بعد دیگه از پارامترها حالا مشکلی نیست، یعنی برنامه اگر دیدیم که پارامتری رو تعریف نکردیم میتونیم برگردیم و اضافه بکنیم. منتها چیزی که اینجا ما باید در واقع در نظر بگیریم این هست که این الگوریتم، این در واقع پارامترها رو باید به نحوی شیر بکنیم که تو همه جای الگوریتم در واقع تو همه جای برنامه قابل دسترسی باشن. یکی از کارهایی که میشه انجام داد اینه که اینها رو جمع کنیم و در قالب یک استراکچر، یک ساختار، و اون استراکچر رو در واقع شیر بکنیم. که اسم اون استراکچر رو من اجازه بدید در واقع همینجا تعریف بکنم به اسم گلوبال. عرضم خدمت شما، حتی میتونید توی یک فایل در واقع دیگه که من اتفاقا تو اون کدی که توی اینترنت هست به این شکل در واقع این رو نوشتم، این فایل رو اول ذخیرهش بکنیم به اسم ica.m. یک فایل دیگه در واقع باز میکنیم، اسکریپت هست، یعنی فایلی به شکل چیز نیست،
به شکل تابع در واقع نیست. یک گلوبال ICA پارامز در واقع تعریف میکنیم، یعنی پارامترهای ICA که این یک چیزی هست که اصولا همه جای برنامه باید این رو بشناسن چون به شکل گلوبال در واقع تعریف شده. ICA پارامز دات NAPOP یعنی اعضای جمعیت، تعداد اعضای جمعیت رو تعریف میکنیم. ICA پارامز دات NAIMP یعنی تعداد ایمپریالیست ها که به همین شکل در واقع تعریف میشه. ICA پارامز دات NACOL یعنی تعداد کلونی ها که میشه NAPOP منهای NAIMP. در ادامه ICA پارامز دات بتا مساوی هست با همون بتایی که اونجا تعریف شده و در ادامه ICA پارامز دات ریولوشن ریت که مساوی هست با همون ریولوشن ریت که این شیر میشه. در واقع به این نحو ما قصد داریم که این رو بین همه اعضای برنامه شیر بکنیم این تنظیمات رو. این رو سه به اسم شیر پارامترز یا شیر سیتینگز مثلا میتونیم ذخیرش بکنیم این تابع رو و بعد از فاز در واقع ICA پارامترز این رو بیایم و در واقع ذخیرش بکنیم به این شکل که در واقع و این رو اگر فراخوانی بکنیم در واقع این کارهایی که توی اون فایل نوشته شده انجام میشه. حتی میتونیم اطلاعات مربوط به مسئله رو هم توی این بخش در واقع قرار بدیم و اونها رو هم به نوعی شیر بکنیم، یعنی ولی خب حالا شاید لزوم بهش نداره، یعنی ما میتونیم به نوعی توی توابع هم استفاده بکنیم ولی خب فعلا ما اینجا این کار رو انجام نمیدیم. مهم این تنظیماتی هستن که توی الگوریتم برای اینه که تعداد پارامترهای پاس شده به تابع رو به حداقل ممکن در واقع برسونیم. بیان از این بخش. اما در بخش اینیشیالیزیشن اولا یک تابعی باید بنویسیم که این اینیشیالیزیشن رو باید برای ما در واقع انجام بده. فانکشن از هم خدمت شما که خروجی این ایمپ هست IMP که اطلاعات مربوط به همه امپراتوری ها و کلونی ها رو داره. ما یک ساختاری رو تعریف خواهیم کرد، اینو برای در واقع حضور ذهنتون عرض میکنم که توی این ساختار اولا اطلاعات مربوط به امپراتوری ها رو داریم، موقعیتشون، هزینهشون، هزینه کلشون و سایر مسائل. ثانیا تو خود همین ها به عنوان مجموعه های اطلاعات کلونی هاشون هم خواهیم داشت، یعنی ما چیزی که از بیرون میبینیم فقط امپراتوری ها هستن ولی در بطن اونها اطلاعات کلونی ها هم نهفته هست. به چه شکل؟ به شکلی که الان خدمتتون عرض خواهم کرد. اسم تابع رو میذاریم initialize empires، یعنی امپراتوری ها رو در واقع بیایم initialize کنیم. خب برای چه حالت، برای چه فضایی، چیزی که در واقع مد نظر ما هست اینه که چه ابعادی و چه رنجی، چیزی که مهم هست اینه میان میگیم که ور ساز چه ابعادی و چه رنجی، تنها چیزی که مهمه اینه. آیا سایر پارامترها رو لازم نداریم؟ بله لازم داریم، اما اون کار شیرین که انجام دادیم در واقع کار ما رو یه مقدار راحت تر کرد. میایم تعریف میکنیم که Global ICA Params در واقع همون پارامتر گلوبالی که اونجا تعریف شد اینجا هم مورد استفاده میتونه قرار بگیره. که از توی این چیزا، چه چیزایی رو ما لازم داریم؟ یکی NAPOP رو لازم داریم که مساوی هست با ICA Params.NPOP. NAIMP رو لازم داریم که هست ICA Parameters.NAIMP و NACOL رو داریم ICA Params.NACOL. اما دیگه غیر از این در واقع عملا ما چیز خاصی رو
نداریم. البته یک چیزی هم که هست، ما بحث کاست فانکشن رو هم باید فکر میکنم تعریف میکردیم. من به نظرم میرسه که بهتر همینها رو هم در واقع ببریم توی اون پارامتر شیر. من خواستم این کار رو اول انجام بدم، خواستم که در واقع این پیچیدگی حاصل نشه. اینجا باز یه بخش مثل همون کاری که در واقع توی بخش IC پارامترز انجام دادیم، برای problem definition هم انجام میدیم. یعنی به این شکل که global problem مثلا دیتا در نظر بگیریم، همین رو ICA params dot cost function، یعنی cost function رو هم به عنوان یه پارامتر ICA در نظر بگیریم. یعنی کاری هم که اونجا انجام میدادیم چیزی غیر از این در واقع نبود. ICA params dot var n var، یعنی تعداد متغیرها میشه همون n var. ICA params dot var size مساوی میشه با var size. ICA params یعنی هر چیز تنظیمات مربوط به مسئله هست اینجا وارد میکنیم. var mean مساوی ICA params dot var mean. ICA params dot var max مساوی ICA params dot var max و نهایتا ICA params dot var range مساوی میشه با این بخش از این قضیه اشتباه هست، اینا رو باید پاک کنیم. var range این چیزی هست که اطلاعات مسئله در واقع داده به ما. این بخش دیگه لازم نیست که بنویسیم. خب برمیگردیم سراغ همون بحث اینیشیالایزیشن. این توابع دیگه، این بخش پارامترها هم دیگه لازم نداریم، بلکه هر چیزی که لازم داشتیم دیگه داخل ICA params هست. خب اولا سایز متغیرها رو میگیریم از این ICA params dot ببخشید var size. این چیزی هست که از اطلاعات مسئله لازم داریم. دیگه چی؟ cost function رو لازم داریم مساوی ICA params dot cost function و var range، یا حالا شاید بهتر باشه مینیمم ماکسیمم جدا تعریف کنیم، ICA params dot var mean و var max مساوی ICA params dot var max. خب الان به نظر میرسی که ما همه اطلاعات لازم برای اینیشیالیزیشن رو داریم. به این شکل در واقع کار رو ادامه میدیم که اول باید به همون تعدادی که جمعیت اصلیمون تعریف شده کشور ایجاد بکنیم، یعنی کشورهای خام.